سلام، امیرزین علی پور هستم، 21 سالمه، اهل شهرستان جویبار. من از 6 سالگی مسابقه دادم در رشته کشتی، قهرمانی کشور کشتی پهلوانی به دست آوردم، قهرمان استان در رشته ساندار شدم، بوشو قهرمان کشور، مسابقات کروان طلای کشور. اولین جویباری هستم که به اردو راه پیدا کرد و الان در MMA هم 5 فایت آماتوری داشتم که خوشبختانه در انتخابی IFC برگزار شده بود اول شدم. 2 فایت حرفه‌ای دارم، IFC و سازمان پهلوان. استاد اسخرزاده تازه توی جویبار رشته بوشو رو آورده بودن، باشگاه باز کردن اینا. بعد ما یه روز از دوستامون شنیدیم که همچین رشته ای هستش که با کشتی فرق آنچنانی نداره. بعد کنجکاو شده بودم، برای همین رفتم تماشای سالن. بعد استاد ازم پرسید رشته چی بوده اینا، گفتم کشتی اینا. روز اول تمرین کردم، روز دوم تمرین کردم، روز سوم رفتم مسابقه. بعد تو وزن 80 کیلو بزرگ سالان، با اینکه 70 کیلو بودم جوانم، 80 کیلو بزرگ سالان بازی کردم، اول شدم. بعد از وشو که چند وقت تمرین کردیم اینا، یه رفیقمون رفته بود مسابقات MMA، اومد فیلم بازیشو دیدیم اینا، ما باز کنجکاو شدیم که بریم آقا این رشته چیه. رو آوردیم به سمت رشته برای یادگیری، رشته MMA. از پایه شروع کردیم، از رشته گراپلینگ شروع کردیم. کشتیگیر بودم، وشو ساندا دست باز زدن بلد بودم. اومدیم انتخابی IFC شرکت کردم، 5 تا بازی کردم، اول شدم. بعد انتخابی خود IFC 8 با فایت حرفه‌ای کردم، بازی رو برنده شدم. بعد IFC به صورت انتخابی توی پهلوان بازی کردم، اونجا هم خدا رو شکر تونستم بازی رو برنده بشم. میرین تمرینات رزمی و زیر نظر استاد میسم اسخرزاده انجام میدم. در کنار استاد اسخرزاده، چون که مربی خاصی واسه رشته MMA نیستش، مجبورم به شهرهای دیگه برم. واسه همین در شهر قائمشهر زیر نظر دکتر امیرعباس انوری تمرین گراپلینگ انجام میدم. در کنارش به شهرهای دیگه هم میرم تمرین میکنم، با بچه های MMA کار تمرین دارم تا بتونم خودم بکشم بالا. متاسفانه رشته MMA تو ایران زیاد شناخته شده نیست. الان که خدا رو شکر واسه مردم شناخته شده است، اما مسئولین اینو حمایت نمیکنن. MMA کار رو مخصوصا من خودم واسه ادامه این ورزش مجبورم کار کنم، به پدرم کمک کنم واسه خرج خونه، چه میدونم واسه خرج خودم که بتونم زندگی راحت تری داشته باشم. من در کشورهای دیگه خیلی به این ورزشکارا، به این رشته اهمیت میدن، ورزشکارا همش پول خوبی در میارن، زندگی خوبی دارن، اما ما اینجا مجبوریم. نه تنها من، بقیه هم کارا که دوستای منن، میشناسم رفیقای منن، حتی طرف چندین بازی حرفه‌ای داره اما داره بندایی میکنه واسه مردم، کارگری میکنه و این خوب نیست تو ایران. هدف من تو رشته MMA انشالله بتونم به عنوان اولین فایتر ایرانی تو سازمان UFC بازی کنم، بعد زندگی خوبی رو بتونم داشته باشم، مخصوصا واسه خانوادم، واسه پدرم مادرم که کلی برام زحمت کشیدن، بتونم یه زندگی خوبی فراهم کنم.